طرف یازده صبح بود اکتبر اکتبر کچلوار آبی نفتی تنم بود با پیرن سرمی ترتمیز و شسته رفته بودم جلوی سرسرای امارات استنبود که به جنرال استنبود تعلق داشت ایستاده بودم و منتظر اجازه ورود بودم دختری حدوداً بیست ساله پیدا شد و با دیدن من گفت چه قد و بالایی؟ گفتم دست خودم نبوده پرسید قهرمان بکسی؟ گفتم نه دقیقا گفت دستم میندازی گفتم ای همین موقع پیشکار حدودا شهست ساله ژنرال پیدا شد و دخترک مثل برق ناپدید شد پیشکار گفت آقای مارلو ژنرال حالا شما را میبینند پرسیدم این کی بود گفت دوشیزه کارمنستین بود دختر ژنرال وارد شدیم در سحنی از سنگهای ششگوش قالیچه لاکیه بزرگی پهن بود و روی قالیچه صندلی چرخداری قرار داشت که توی اون پیرمردی که پاش لب گور بود به ما نگاه میکرد پیشکار جلو او ایستاد و گفت ایشون آقای مارلو هستن جنرال پیرمرد فقط بیهسته حال نگاهم کرد پیشکار صندلی برام گذاشت و دور شد پیرمرد آهسته گفت از خودتون تعریف کنین آقای مارلو گفتم تعریف چندونی نداره سی و سه سالمه و قبلا پیش وایلد که دادستان محلیه کار میکردم سرپرست بازرسای او آقای برنیولز بهم به هم زنگ زد و گفت شما میخواین منو ببینین پیرمرد گفت از خانواده من چی میدونین؟ گفتم شنیدم بدون همسرین و دو تا دختر بلا دارین یکیشون سه بار شوهر کرده و دفعه آخرش با یه قاچاقچی به اسم راس ریگن اینا همه چیزایی که من شنیدم پیرمند گفت از راس خیلی خوشم می اومد اما یک ماهه که غیبش زده ناقافل و بی اون که ازم خداحافظی کنه اینش یه خود به هم گرون اومد اما میدونم که یکی از همین روزا باز میاد سراغم مکسی کرد و گفت اما قضیه احزار تو اینه که یه نفر از من باج میخواد بعد پاکتی رو به سمتم گرفت و گفت اینو بگیریم وارسی کنیم سر پاکت جر خورده بود از دل پاکت یک کارت خورمایی و سه که کاغذ بیرون کشیدم روی کارت با آبتلا نوشته بودن آرتور گایگر و پشت کارت نوشته بودن آقای عزیز قبضای پیوست روز قماره احتمال دادم مایل به پرداختمون باشید با احترام آرتور گایگر تک کاغذها رسیدهایی بودند که با جوهر پر شده بودند و پشتشون نوشته شده بود تعهد میدهم اندل مطالبه به آرتور گایگر یا به حواله کرد مبلغ یک هزار دلار بپردازم کارمن استن بود جنرال پرسید نتیجه گفتم هنوز چی این آرتور گایگر کی باشن؟ کمترین اطلاعی ندارم کارمن چی میگه؟ ازش نپرسیدم اگه میپرسیدم برام خودشیری میکرد دختراتون کاراشونو با هم انجام میدن گمون نکنم هر کدوم از اونا راه تقریبا متفاوتی دو به طرف تباهی میره هیچ کدومشون مثل خودم وجدان اخلاقی ندارن حالا بالاخره به نظرتون من چیکار کنم؟ فکر کنم باید سر کیسه ول شل کنین. گایگر میتونه این قبضا رو بسول کنه. مگه شما جعلی بودنشون رو اثبات کنین. اون آدم زرنگیه و میخواد به پولش برسه. اما اگه شما بخواین من شر گایگر رو از سرتون وا میکنم. ممکنه یکم براتون آب بخوره. البته علاوه بر وجوهاتی که به خودم میدین. اینم بگم شاید چیزی نصیب شما نشه. شانه بالا انداخت و گفت که اینطور نرخ شما چنده گفتم روزی بیست و پنج دلار میگیرم با مخارج گفت قبول حالا معذورم بداره آقای مارلو خستم کتم رو برداشتم و بیرون رفتم پیشکار به پیشوازم آمد و موقرانه گفت خانم ریگن مایلن ما شما رو ببینن در مورد پولم جنرال به من سپرده هر مبلغی که مایلین ما بهتون چک بدم گفتم پول حالا نه اما خانم ریگن با من چیکار داره در مورد ملاقات با پدرشون میخواد با شما حرف بزنه اون از کجا میدونه که من پدرشون رو ملاقات کردم پنجره اتاقشون به راهرو و حیات مسلطه وقتی شما می شما رو دیده و از من پرسید منم ناچار شدم بگم شما کی هستین هیچ خوشم نیومد اتاق خانم ریگن زیادی بزرگ بود و قالی سفیدی سرتاسرش رو پوشونده بود شکل و شمایل خودش هم دیدنی بود نگاه سرد نافذی به من انداخت و گفت پس شما کاراگاه خصوصی هستی؟ فکر نمی کردم اونا واقعا وجود داشته باشن از پاپی خوشتون اومد؟ گفتم بله خوشم اومد گفت با راست خیلی عیاق بود راست نباز همینجوری میذاش میرفت پاپی از این بابت پکره بله یه چیزایی در این مورد گفتم اون میخواد شما راست پیدا کنین؟ هماره هم نه این که جواب نشد میخوام بدونم از کجا شروع میکنید اول به من بگید چطوری و چه وقت جیم شد مگه پاپی به شما نگفت اینقدر از من نپرسین جوابمو همون بدین داد زد هیچ که تا حالا به من اینجوری حرف نزده بعد مکسی کرد با صدای خسته گفت اصلا اون کاری که بابا با شما داشت راجب به راست نبود گفتم نمیدونم میتونیم بریم از خودشون بپرسین دوباره داد زد گمشو بیرون لعنتی پا شدم اما فریاد کشید بشین سر جاد نشستم گفت ببخشید شما اگه پاپی ازتون بخواد میتونین راست رو پیدا کنین گفتم اما این چیزی نیست که باباتون از من خواست همین نمیخواستین از زیر زبونم بکشین؟ دوباره پا شدم. این بار حرفی نزد. ماشینم بیرون دروازه زیر یک درخت بید پارک شده بود. به نظرم جنرال داشت منو محک میزد. کاری که او به من داده بود کاری یک وکیل بود. احتمالا زیر کاسه نیم کاسه ای بود. آدرس گایگر شمال بولوار لاس پالماس بود. اتیر فروشی بزرگ و شیکی که هر کسی با توش نمیگذاشت. وارد شدم. مرد بلند قامت خوش قیافه و خوش لباسی که موهای سر سفید بود به طرفم اومد و پرسید چیزی میخواستین؟ گفتم با آقای کایگر کار داشتم گفت ایشون فعلا تشریف ندارن گفتم کی میان؟ گفت دیر وقت گفتم بعد شد میرم یه وقت دیگه میام در همون خیابون قدم زدم چند موازه پایین تر کتاب فروشی جمع جوری رو دیدم وارد شدم فروشنده زن کوچکندامی بود. گفتم عذر میخوام شما فروشگاه گایگر اون ور خیابونو میشناسین؟ گفت خب معلومه که هر روز از جلوش رد میشم. گفتم گایگر رو قیافتا میشناسین؟ یعنی میتونین به من بگین چریختیه؟ گفت چرا باید بگم؟ اگه نخواین کسی نمیتونه مجبورتون کنه. شما میخواین بدونین اون چریختیه اما نمیخواین خودتون به دیدنش برین؟ انگار باید بگم که من یه کاراگاه خصوصی هم خب اون قد متوسطی داره بگی نگی چاقه صورت توپلموپل و سیبیلی مغولی داره خوش لباسه و بیکلاه میگرده چشم چپشم هم شیشه بازرس خوبی از کار در میای ازش تشکر کردم و بیرون اومدم بارون تندی میبارید رفتم توی ماشینم نشستم و در موازه گایگر رو زیر نظر گرفتم حوالی ساعت چهار پیدا شد از یه ماشین کوپه شیری رنگ بیرون اومد. از همونجا صورت توپل و سبیل مغولیش را دیدم. ساعتی بعد که هوا داشت تاریک می شد، از مغازه بیرون اومد. راننده جوانش در را براش باز کرد. دنبالشون حرکت کردم. امیدم این بود که گایگر به خونش بره. وارد جاده باریکی شد که یک طرف اون تپه بود و طرف دیگه کلبه های پراکنده ساخته شده بود. کوپه وارد گاراژ یک خانه کوچک شد. ماشینم رو گوشه ای پارک کردم و منتظر شدم با اینکه کوچه خلبتی به نظر می اومد دو ماشین دیگه از جلوم رد شدم. نیم ساعت بعد ماشینی جلوی خونه گایگری ایستاد درش باز شد و زنی ازش بیرون اومد کوچیک و بارکندان بود وارد که شد با چرا قوه طرف ماشینش رفتم یک پاکارد جگری رنگ بود پنجره سمت چپش پایین بود و کارت ماشینش دیده میشد. نور به اون تابوندم مشخصاتش این بود کارمنستر بود 3765 ساعت 7 و 20 دقیقه صدای چند تیر شنیدم و جیغ زنگدار زنی پشت سرش به گوشم رسید از پرچین خونه جست داخل قرش ماشین رو شنیدم که از کوچه پشتی می اومد ظاهرا خونه در دیگه هم در کوچه پشتی داشت قرش ماشین سریع محف شد از پنجره دولنگهی که باز بود وارد شدم در اتاقی را که چراغش روشن بود باز کردم روی صندلی پشتی بلندی کارمن استنبور نشسته بود چشماش رک زده بود و ناهشیار به نظر می رسید کف اتاق گایگر تاق باز افتاده بود انگار هیچ یک از تیری که من شنیدم خطا نرفته بود در اتاق پایه دوربین عکاسی دیده می شد و یک لامپ فلاش را سیاه شده کنارش افتاده بود یادم افتاد که دقایقی قبل از شلیک تیرها برق فلاش را دیده بودم اتاق رو گشتم. داخل کشو میزی کتابچه چرم آبی رنگی دیدم که مقداری فهرست و نوشته به رمز داشت. اونو تو جیبم گذاشتم و سعی کردم کارمن رو که منگ بود با ماشین خودش برسونم. سویچ را از کیفش در و پاکارد رو راه انداختم. کارمن تمام مدت خورخور می کرد. جلو امارات استنبورد پاکارد رو نگه داشتم و زنگ زدم. پیشکار جنرال در باز کرد. به ماشین اشاره کردم و گفتم دستتونو میبوسه شب خیر، و از دروازه خارج شدم باران همچنان میبارید نیم ساعت طول کشید تا خودم رو به خونه گایگر برسونم حسابی خیز شده بودم توی کوچه فقط ماشین من بود به خودم گفتم یه بار دیگه تو خونه سر گوشی آب بدم بلکه برگه دیگه ای پیدا کنم وارد اتاق شدم دیدم جسد گایگر ناپدید شده بود خوشکم زد خونه رو زیر رو کردم همه چی سر جاش بود با دستمال اثر دستم رو هر جا که یادم بود پاک کردم. بردن جسد کار آدمای قانون نبود. اونا اگه بودند هنوز اینجا بودن. قاتلم نبود چون طرف سریع فلنگو بسته بود. خانه که رسیدم سعی کردم از کتابچه فیرست دار گایر رمزگشایی کنم. مطمئن بودم که این سیاهه حاوی اسامی مشتری های او بود. بیش از چهارصد اسم احتمالاً مدخل کلی اخخازی بود. از طرفی هر اسم میتونست مزنون به قتل باشه فردای اون روز هیچ اشارهی با آرتور گایگر در روزنامه های صبح ندیدم داشتم لباس می که تلفن زنگ زد سرباز رست برنیولز بود همون کسی که منو سراغ جنرال فرستاده بود گفت چطوری پسر؟ گفتم خوابالو خندید و گفت جنرال سنرود رو دیدی؟ گفتم آره گفت کاری باسش کردی؟ گفتم فعلا نه گفت یه خبر جالب برات دارم یه که گنده تو ساحل دریا پیدا کردیم که مال یکی از افراد خانواده استنروده از توی موجای اسکله درش رو بردیم تلفن رو محکم چنگ زدم ادامه داد یه بابایی هم توشه پرسیدم راست ریگن؟ گفت منظور همون قاچاقچی سابقه داره که شوهر سوم دختر جنراله؟ من هیچ وقت رو ندیدم الانم دارم میرم اونجا یه سر گوش یاب بدم اگه میخوای همرام بیا گفتم آره میام گفت بجم تو کلانتریم ساعتی بعد اونجا بودم اولز مرد میان سفید روی بود که تا اون موقع نه نفر رو کشته بود منو که دید گفت چک کردم راست ریگن نیست یه پسرک جوونه سوار شدیم و راه افتادیم به اسکله طویلی رسیدیم که ادهی در انتهای اون جمع شده بودن پاسمانی اونجا کشیک میداد اولز کارتش داد و رفتیم روی اسکله روی عرشه یک کرجی ماشین گنده سیاهی بود اولز با بازرس و معمور دستیارش خوشو بش کرد رفتیم پایین و ماشین رو وارسی کردیم سپر جلو خمیده بود و یکی از چراغهای جلو خرد شده بود رنگ ورشوی سراسر بدنه خراش برداشته بود راننده هنوز پشت فرمون بود پسرک لاغرندام مومشگی که ظاهرا وقتی زنده بود خوشقیافه بود سمت چپ پیشونیش کبودی کدری دیده میشد. اولس پرسید موضوع چیه؟ معمور نرده های شکسته اسکله نشون داد و گفت از اونجا رفته تو دریا بعد جوری محکم خورده به نرده یکی از افراد کرجی گفت فکر کنم خودکشی کرده ماشین حسابی سرعت داشته معمور گفت با یه ضربه تو گیجگاه دخلش رو از من اگه میپرسی میگم قتل عرض رو به دکتر پزشکی قانونی کرده گفت ببینین این کبودی چی وقت شده موقع افتادن دکتر با دقت نگاه کرد و گفت فکر نکنم این ضربه وقتی که خورده زیر جلدی خون اومده از یه چیز لفافدار اینطور شده اولز نگاه هم کرد و گفت بریم انگار به زحمت مادنش نمیارزید مگه نه توی راه اولز از من پرسید مرده رو میشناختی؟ گفتم آره راننده استنبود بود, بود. دیروز اونجا دیدمش که داشت همین ماشین رو دستمال میکشید گفت نمیخوام تو منگنه بذارم ادمار رو فقط بگو کاری که جنرال ازت خواسته ربطی به این مرده داره گفتم نه من حتی اسم اون نمیدونم گفت اسمش اوبن تایلره آدم خلافکاری بوده یه سالم تو لفتونی ما بود با اینکه خانواده استن بود اینو میدونست ولی اونو استخدام کرد مدتی بعدم که از واشنگتن تغییر کردیم فهمیدیم اونجا هم سابقه داره اقدام برای سرقت مسلحانه به جنرال گفتیم ولی همینطور نگهش داشتن زیر سر دختر کوچیکه بود گفتم قضیه رو میدونن یعنی شنیدن چی شده گفت نه حالا باید دیگه برم سراغشون سر راه منو پیاده کرد نهار رو سرپایی خوردم و نگاهی به روزنامه های اصل انداختم باز هیچ چیز راجب گایگر توی اونا پیدا نکردم بعد از نهار قدم زنون رفتم نگاه دیگری به مغازه گایگر بندازم فروشنده دیروزی مدخل مغازه ایستاده بود با خنده گفتم باز من برگشتم آقای گایگر امروز هستن گفت متاسفم متاسفم نه بذارین ببینم شما چی میخواستین گفتم من یه جنس عتیقهی دارم که اون خیلی طالبشه گفت آه خب شما میتونین فردا بیاین فکر کنم فردا اینجا باشن بی سبرانه گفتم مریضه خب میرم در خونهشون من که تا ابد وقت ندارم جفت گوشاش کچکوله شد و گفت نه خارج از شهرم این کار فایده نداره نمیتونین فردا یه سر بیاین اینجا گفتم باشه فردا بیا این کارت ازم بگیر از مغازه بیرون اومدم و به خیابون پیچیدم که پشت فروشگاه بود. یه باری کوچیک تا فروشگاه گایگر عقب زده بود. مردی با لباس سرهم خیلی نو جعبه ای رو داشت بار میزد. به نظرم انبار فروشگاه را داشتن تخلیه میکردن. به بولوار برگشتم و یه تاکسی پیدا کردم که دم شیر آتش نشانه ایستاده بود. خم شدم و به راننده جوانش گفتم اهل تقلیبی و اسکناسی رو نشونش دادم. به سرپام نگاه کرد و گفت کاراگایی؟ گفتم ای نیچش باز شد گفت خوراک خودم رفی حدود یکی دو جین جعبه توی باری بود چند خیابون پایینتر باری جلو مجموعه آپارتمانی نگه داشت و مرد سرهمی پوش جعبه ها رو جلو آسانسور چید پیاده شدم و وارد ساختمون شدم سیگاری روشن کردم و به مرد گفتم اخوی مواظب باش انگار خیلی سنگینن کجا میبریشون لندن کرد جوزف برودی آپارتمان 405 مدیر ساختمانی گفتم آره و برگشتم جوزف برودی همین کافی بود راننده تاکسی منو جلوی دفترم پیاده کرد آپارتمان کوچک در طبقه هفتم یک ساختمون وقتی وارد شدم فهمیدم مراجعه کننده در انتظارمه دختر بزرگ جنرال خانم راسریگن تا منو دید گفت ما دیروز با هم خوب راه نیومدیم گفتم هر دومون بیادب بودیم گفت بهتر دعوا رو شروع نکنیم از صبح دارم دنبالتون میگردم گفتم حتما راجع به اوون اخمش تو هم رفت و گفت پس ماجراشو شنیدی گفتم یکی از آدمای دادستان بهم گفت انگار اوون میخواسته به خواهرتون یه وقتی عروسی کنه گفت اوون عاشق خواهرم بود و این بعد چیزی نبود گفتم انگار پرونده هم داشته گفت معنی پرونده داشتن تو این مملکت سراسر جنایت نداشتن پارتیه گفتم به این شوریام که میگه نیست به چشمام زل زد و گفت من به خاطر اوه نیومدم دیدنتون بیشتر واسه این اومدم که به من بگیم پدرم واسه چی میخواست شما رو ببینه راجب کارمن بود گفتم فکر نکنم بتونم بگم کیفش رو باز کرد و پاکت سفید زخمی بیرون آورد و پرتش کرد روی میز و گفت پس بهترین نگاهی به این بندازی نشونی روی پاکت به اسم خانم ویویان ریگن بود بازش کردم عکس براقی داخل پاکت بود نگاه کردم عکس کارمن بود که با وضعی این ناجور تو خونه گایگر روی صندلی نشسته بود اونو دوباره داخل پاکت گذاشتم و پرسیدم چقدر پول میخوان؟ گفت پنج هزار دلار برای نگاتیو و بقیه عکس معامله باعث امشب تموم بشه وگرنه من عکس رو میدن روزنامه های جنجالی گفتم این چیزا رو کی به شما گفت؟ گفت خانم نیم ساعت پیش بهم زنگ زد گفتم روزنامه ها هم همچی کاری رو ندارن دادگاه یقشون میگیره گفت زنه گفت یه چیز دیگه هم هست که اگه پلیس بفهمه فوری کارمن رو پشت مینه ها. گفتم اون چیز چیه گفت نمیدونم گفتم کارمن حالا کجاست خونه است دیشب حالش خوب نبود فکر کنم هنوز تو رخت خوابه گفتم چرا ماشین شما دیشب دست بهن بود بی اجازه برداشته یعنی اونم از قضیه این عکسها خبر داشته نمیدونم بهتر زودتر پنج تا رو جور کنین اگه نخوام از پاپی بگیرم باید قرض کنم گفتم بهتره قرض کنی و خیلی زود این کارم بکنی تکیه داد عقب و گفت چطور قضیه رو به پلیس بگیم بهتر کاری نکنی چون معلوم نیست پلیس تو این قضیه چی ممکنه کشف کنه شما میتونی کاری بکنی شاید بتونم اما نمیتونم بگم چرا و چطوری راستی شما فکر نمیکنین راست تو این قضیه دست داشته باشه راست قالتاق نبود اگرم بود دل دوز نبود نه اون علی گوشبری و تلکه کاری نیست او که رفت شماره دادستانی محل رو گرفتم و خواستم با برنیول ظرف بزنم پرسیدم بالاخره این اوون خودکشی کرده بود گفت نمیشه گفت هیچ یادداشتی نذاشته اما اون کبوده روی کلش اذیت هم میکنه تو مطمئنی که نمیتونی کمکی تو این قضیه به من بکنی گفتم متاسفم دفترم رو ترک کردم و هر سه روزنامه اصر رو خریدم باز هیچ خبری در مورد گایگر توی اونا نبود ماشینم رو برداشتم و روندم سمت خونه گایگر شب قبل نگاهی به گاراژ او نکرده بودم شاید گذاشته بودنش توی ماشین خودش و جسد او رو برده بودن یه گوشه ای ماشین رو تو کوچه نگه داشتم و پیاده شدم رفتم سمت گاراژ درا بسته بود همین وقت دیدم پشت پرچین چیزی تکون میخوره جلو رفتم کارمن استنبود بود, بود. گفتم سلام گفت چی؟ چی؟ گفتم من یادت نمیاد خونه پدرت همینجور مات زل زد به من کنارش زدم و با کلیدی که داشتم در رو باز کردم رفتیم تو ازش پرسیدم اینجا چی کار میکنی؟ جواب نداد پرسیدم چقدر از ماجرای دیشب یادته؟ گفت چی یادمه؟ من دیشب مریض بودم خونه بودم گفتم آره جون خودت قبل از اینکه من ببرم ات خونه اینجا بودی رو همین صندلی گفت تو پلیسی گفتم نه از دوستای پدرتم آهی کوتاهی کشید و گفت پس پلیس نیستی پرسیدم کی گایگر رو کشت شونهاش پرید صورتش رنگ پریده بود گفتم بهتر بگی گفت جبرودی احتمالا همون کسی بود که جعبه های بار رو از فروشگاه گایگر به آپارتمانش برده بودند البته با تغییر نام جو به جوزف برودی گفتم این جو برودی کیه؟ گفت قبلا خیلی دورو برای من میپلکید بابام پنج هزار تا بهش داد تا منو بیل کنه پرسیدم چرا گایگه رو کشت؟ سرش تکون داد و گفت نمیدونم پرسیدم این اواخر باز دیدیش؟ میدونی کجا زندگی میکنه؟ گفت آره ازش متنفرم گفتم پس بدت نمیاد پاشو بکشی وسط حالا حاضری به پلیس بگی قتل کار جو برودی بود گفت اگه بتونم قضیه اون عکس فیصله بدم گفتم عکس و دزدیدن دیشب عقبش گشتم احتمالا برودی با خودش برده حالا تو در مورد برودی کلک نمیزنی سرش به نشونه رو راستی تکون داد گفتم حالا بهتره بری خونه بهش کم نگی که دیشب یا امروز اینجا بودی حتی به خواهرتم نگو بقیه رو بذار به من سمت در رفت همین وقت صدای ماشینی شنیده شد که درست جلو خونه ایستاد ترس صورت کارمن را مشاهده کرد صدای قدم های شنیده شد و صدای زنگ در اومد حرکتی نکردیم کلیدی وارد قفل شد و در چارتاق باز شد کارمن خشکش زد مردی که سر تا پا خاکستری پوشیده بود وارد شد اسم او ادی مارز بود گفت میبخشین سر زده وارد شدم آقای گایگر هستم گفتم نه نمیدونیم من دقیقا کجاست دیدیم در نیمه باز اومدیم تو گفت شما دوستاش هستین؟ گفتم فقط آشنای کاری سر میزدیم واسه کتابای خطی رفتم سمت در و گفتم ما دیگه مرخص میشیم ادیمارس پرسید اگه گایگر اومد هیچ پیغومی ندارین؟ گفتم نه مزاحم شما نمیشیم وقتی خواستم از کنارش ردشم آروم گفت دختره میتونه بزنه به چاک اما تو باش میخوام کمی باد اختلاط کنم نگاهش کردم ادامه داد وقت تلف نکن دو نفر بیرون تو ماشینم که منتظر دستور منن کارمن در رو باز کرد و زد به چاک ادیمارز گفت یه چیز اینجا اشکال داره میخوام تحتوش رو درارم اگه دوست نداری تو شکمت سرب باشه واسه کنار شروع کرد تو اتاق راه رفتن و با دقت همه چیزو بارسی کردن قالیچه کوچکی کف اتاق رو با پا حرکت داد بعد سریع خم شد و زانو زد و دستش رو زیر قالی کشید بعد تند کلتش کشید و گفت خون اونجا زیر قالی یه عالم خونه گفتم جدا و خودم و علاقه من نشون دادم گفت انگار باعث قانون رو خبر کنیم گفتم چرا که نه انگار خوشش نیومد که باش موافقت کردم گفت تو دیگه خبر مرگت کی هستی گفتم اسمم مانلوه کاراگاه هم گفت اسمتو نشنده بودم دختره کیه گفتم موکلم گایگر میخواست ازش باج بگیره اومدیم باج حرف بزنیم که نبود گفت کلید از کجا آوردین گفتم گفته بودم که لای در باز بود خدا تو کلید از کجا آوردی گفت این به تو مربوط نیست گفتم میتونم ترتیبی بدم که مربوط بشه گفت خیلی خوب عوضی من صاحب این خونم گایگرم مستجرمه حالا چی میگی؟ گایگر کجاست؟ گفتم یه کسی حتما اونو زده یه کسی که بعد از زدن گذاشته در رفته شاید گایگر رهبر یه فرقه بوده گفت من سردر نمیارم گفتم بایدم سردر نایری های مارز من شما رو میشناسم پاتوقتون تو کازین اولینداسه دسته وضع جیبتونم خیلی خوبه گایگر یه کلاش بود اما نیاز به حامی هم داشت نکنه حامی اون شما این گفت امروز تو دکون پیداش نشد به اینجا زنگ زدم جواب نداد اومدم ببینم چه خبره حالا میبینم رو زمین خون هست تو و یه دخترم اینجا این. گفتم اون کتاب های مستحجن اجاره میداد یه کسی هم اون کتاب رو از مغازش رد کرد بیرون گفت به نظر میاد خیلی جا سرک میکشی پسر گفتم به نظرم گایگه رو کشتن کتاباش رو برداشتن جسدش هم قایم کردن تا کم وقت داشته باشن جنساشون رو رد کنن ادیمارز گفت نمیتونن سر سلامت در ببرن بعد دو بار سود زد در ماشینی به هم خورد و قدم دوان دوان نزدیک شد و دو مرد پریدن تو اتاق یکیشون بیافش داد موزد بکسر عرفیه و اون یکی چشمای سرد و بیروی داشت ادیمارز گفت اینو بگردیم ببینیم مسلحه اون که به نظر میومد بکسوره جیبامو گشت و گفت مسلح نیست ادیمارز گفت ببین کیه موجزن دست کرد تو جیب بغلم و کیفم رو در آورد روی کارتم نوشته بود فیلیپ مارلو کاراگاه خصوصی ادیمارز گفت حالا بزنیم به چاک دو هفتیر کش بیرون رفتن و در رو بستند. بعد ادی گفت میتونی بزنی به چاک منم ندیده بگیر ده دقیقه به پنج مونده بود که جلوی مجموعه آپارتمانی رسیدم سوار آسانسور شدن و دگمه طبقه چهارم رو فشار دادم جلوی اتاق 405 ایستادم و زنگش رو زدم مدتی بعد در بی صدا قدر سنگوش باز شد. مرد قد بلند چش قهوهی از لای در نگاه کرد. گفتم گایگر؟ پرسید چی گفتی؟ من کسی رو به این اسم نمیشناسم گفتم شما جوبرودی هستی؟ عقب کرد و گفت که چی؟ قصد تلکه داری یا داری تفریح میکنی؟ گفتم جوبرودی هستی و هیچ کنم به اسم گایگر نمیشناسی. خنده داره. گفت اگه خنده داره حتما تو خوشخنده ای گفتم جو کتابا پیش توه فهرست پیش منه به نظرم لازمه راجع به یه چیزایی با هم حرف بزنیم خونسرد گفت چرا که نه از جلوی در کنار کشید روی صندلی راحتی نشستم جعبه سیگار برگو و باز کرد و سیگاری درآورد پرسید سیگار و قبل از جواب من یه نخت تو هوا برام پرت کرد دست بردم بگیرمش سری هفتیری از جعبه سیگار بیرون کشید و سمت صورتم نشونه رفت چقدر تو این شهر هفتیر زیاد و مخ همین دو ساعت پیش یه بابای دیگه هم باسم همین کارو کرد بهتره بذاری زمین رو بیکلگی نکنی از چشما شر میریخت گفتم اسم اون یکی بابای ادمارزه هیچ اسمش شنیدی همونطور اصلا رو سمتم نشونه رفته بود و گفت نه گفتم اگه بدونه که تو دیشب تو بارون کجا بودی چنون از زمین پاکت میکنه که خودت هم نفهمی برودی سرد گفت ادیمارز با من چیکار داره؟ هفتریش پایین آورد ادامه داد من آدم محتاطیم سر سوزانی هم راجع به تو نمیدونم تا اونجایی که حالیمه تو ممکنه یه آدم کش باشی گفتم به قدر کافی محتاط نیستی کتابای گایگر رو چیکار کردی؟ بعد دمپایی های سیاه نکدرازی رو زیر پرده مخمل سمت چپم دیدم و ادامه دادم بگو رفیقت از اون پشت بیاد بیرون خسته میشه از بس نفسش تو سینه حبس کنه برودی گفت بیا بیرون اگنس زن موتلایی که در فروشگاه گایگر دیده بودمش از پشت پرده در اومد هفتیر هنوز تو دست جو برودی بود گفتم اون فهرستی که راجع بهش باد حرف زدن به رمزه هنوز کشفش نکردم حدودا پونستای اسم است. تا اونجا که من میدونم تو دوازده جبه کتاب داری حداقل 500 کتاب میشه اگه فهرست خوب و کاری باشه و تو بتونی حتی پنجا درصد این خط رو بگردونی کلی وضعت خوب میشه اگه متوسط امانت یه دلار باشه جنابالی صاحب چکی پنج هزار دلاری میشی این ارقام کافیه که آدم دخلی بابایی رو بیاره موتلایی زوزه کشید تو دیوونه ای لحنتی به برودی گفت شخصا فکر میکنم امر باجگیری اشتباه محضه به نظرم بهتره این طور کارا رو بریزی دور و بچسبی به فروش و امانت دادن قانونی موتلایی گفت خدایا جو تو میذاری این کل پوک اینجا بشین و هی ور بزنه؟ جو گفت دهنتو تو ببن گفتم تو گایگه رو با تیر زدی تا این چیزا رو به دست بیاری دیشب تو بارون اما اشکالش اینه که وقتی کلکه کندی تنها نبود یا متوجهش نشدی که بعید به نظر میاد یا اینکه بو بردی در رفتی اما نگاتیو اون عکسو برداشتی و بعدترش هم اومدی جنازه رو قایم کردی تا بتونی ترتیب کتابا رو بدی برودی گفت واسه هم پاپوش دوختی گفتم شاهد دارم یه کسی هست که اعتراف کنه منفجر شد اون دختره کوچولوی لعنتی لبخند زدم و گفتم عالی شد حالا ببینم عکسها پیش توه گفت احمق گیر آوردی کدوم عکسا گفتم ادای رو در آوردن تو رو به جایی نمیرسونه یا تو دیشب اونجا بودی یا عکس رو از کسی گرفتی که خودش اونجا بوده تو خبر داشتی کارمن اونجا بوده و احتمالا همین خانم با که به خانم ریگن زنگ بزنه بهتر عکس رو رد کنی و عاقل باشی گفت اه لعنتی تو بردی اما من دیشب خونه گایگر نبودم کلتشو گذاشت جیبش و بعد خواست چیزی از جیب دیگرش در بیاره که زنگ در به صدا در اومد. از این ماجرا خوشش نیامد منم خوشم نیامد بعد موقعی اومده بودم. برودی از کشای میزش کلت دیگه ای بیرون کشید و داد دست موتلایی و گفت مواظب این باش اگه دست از پا خطا کرد ترتیبشو بده بعد رفت در رو باز کرد کارمن استن بود او رو عقب به داخل اتاق هل داد کلت ظریفی چسبونده بود به لبای جو برودی و به من و اگنس اعتنایی نداشت اگنس اصلا رو از من برگردند و سمت کارمن نشونه نفت منم دست انداختم جلو و اصلا را دستش بیرون کشیدم کارمن گفت من اکسامو میخوام جو جو گفت البته جانم البته کارمن گفت تو گایگر رو با تیر زدی من دیدمت من اکسامو میخوام در این موقع موتلایی دندوناشو به دست راستم فرو برد با تای اصله به سرش کوبیدم برودی هم چنگ انداخت کلت کارمن رو بگیره که کل چلی کرد اما گلوله به در خورد برودی دست برد به جیبش که گفتم بهتر آروم باشی و کلت خودش رو که از اگنس گرفته بودم سمتش نشونه رفتم بعد آروم جلو رفتم و هفتیرش رو از جیبش درآوردم بردم گفت نذار این دختر منو بکشه کلت کارمن رو هم گرفتم و همه رو در جیبم چپوندم و به برودی گفتم حالا اون اکثر رو رد کن بیاد پاکت پری از جیبش در آورد و به من داد یک نگاتیو در پاکت بود و پنج قطع عکس گفتم مطمئنی همش همینه سر تکون داد پاکت گذاشتم جیبم کارمن با لبخندی خجول پرسید میشه حالا بدینش به من؟ گفتم برات نگرش میدارم تو برو خونه کارمن که رفت برودی گفت راضی شدی؟ گفتم کتابا کجا؟ همینجا تو آپارتمانن گفت نه تو انباره گفتم حالا بگو اکسا چطور دست تو افتاد؟ اخم کرد و گفت گوش کن تو به خیلی چیزا رسیدی و کارتو خوب و تمیز انجام دادی حالا دیگه بهتره قال قضیه رو بکنی من راجع به هیچ عکسی هیچی نمیدونم گفتم میدونم وضع پولیت خیلی روبرانیست هوا تو دارم حالا بگو عکس از کجا گیرد اومد گفت یه بابایی ردش کرد به من گفتم یه بابایی که اتفاقی تو خیابون از کنار رد شد یعنی اگه ببینیش نمیشناسیش فرودی گفت نه از جیبش بیرون افتاد گفتم فکر میکنی خیلی زرنگی ولی بدون که خیلی احمقی قرید به اندازه کافی ازت یابه شنفتم بهتر رایت بکشی و بری گفتم باشه و پا شدم گفت حسابا صافه مگه نه گفتم اینطور فکر کن گفت اخوی تو سراغ هیچ پلیسی نمیری به خصوص اگه واسه خانواده استن کار میکنی تا دلت بخواد چیز علیه این خانواده دارم تو عکسایی که میخواستی گرفتی بسته گفتم ولی تو پرونده تو یه جفت قتل وجود داره گفت این پرت و پلاها راجب اجوف قتل یعنی چی؟ گفتم دیشب حوالی ساعت هفت و نیم کجا بودی؟ گفت دنبال این بودم که شریک گایگر کیه به نظرم اگه اون با اون بالا بالا در ارتباط نباشه نمیتونه راحت از این کارا بکنه گفتم خب بعدش چی شد؟ گفت من تو خیابون پایینی خونه گایگر بودم یه ماشین دیدم طرف در خونش رفت و یه بیوک گنده هم دیدم که پایین تر بود بیوک دختر بزرگ جنرال ویوین ریگن گفتم میدونی اون بیوک حالا کجاست؟ گفت از کجا باست بدونم؟ گفتم تو گاراج کلانتریه امروز صبح از زیر چهار متر آب بیرون کشیدنش یه مرده توش بود با ضربه ناکارش کرده بودن برودی به سختی نفس میکشید یا مسیح رفیق این وصله رو نمیتونی به من بچسبونی گفتم چرا نه؟ راننده اون بیوک پسر جوونی به اسم اوون تایلر بوده این اوون خاطرخواه کارمن بوده و خوش نداشته گایگر دور بر اون باشه وارد خونه میشه و مچ گایگر رو وقتی میگیره که داشته از کارمن عکس میگرفته از اصلهش تیر در می و می می میره و گایگر میفته میمیره و اوون فرار میکنه البته قبل از فرار فیلم اون عکس رو برمیداره تو هم دنبالش میری و فیلم ازش میگیری به نظرم این تنها راهیه که ممکنه تو بتونی عکس رو به دست بیاری برودی گفت اما این دلیل نمیشه که من کلکش کنده باشم درسته من صدای گلولا را شنفتم و دیدم اون قاتل از راپله پشتی پایین اومد و سوار بیوک شد دنبالش رفتم اون طرف بیورلی هیلز از جاده منحرف شد من رفتم بالا سرش رو نقش پلیس رو بازی کردم لباس رو گشتم و دستم اومد کیه و فیلم عکس رو برداشتم بعد اون پرتم کرد اونور و با ماشینش باز در رفت این آخرین باری بود که میدیدمش گفتم بعد چیکار کردی گفت پیش خودم حساب کردم موقع خوبیه که کتابای گایگر رو کش برم یه تیری هم به استنبودا بزنم تا خرج سفرم جور شه و یه مدتی درنم گفتم این به نظر معقول میاد شاید تو ایشکره نکشتی اما کی جسد اومده قایم کرده برودی شانه بالا انداخت داشتم حرفاشو باور میکردم که باز زنگ در رو زدم برودی براق شد رافتاد سمت میز و کلت شهرون برداش رفت سمت در دست چپش گذاشت رو دستگیره و در رو به اندازه یک کف دست باز کرد هفتیر رو با دست راست جفت رونش نگه داشته بود. دو شلیک سری و خفه رو شنیدم. برودی افتاد جلو در. تکون نمیخورد. اون طرف اتاق و قلتوندمش تا بتونم در باز کنم. زنی وحشت زده در روبرو سرک کشید و ته راه رو, رو نشون داد. دویدم. صدای پا از می اومد. توی پیاده اخیابون خیابون هیکل بلند قامت بیکلاهی را دیدم که در حال دویدم بود. سراغ ماشینم رفتم و روشنش کردم و دور زدم. از سراشیبی تپه رفتم هیچ ماشین دیگه ای تو اون سمت خیابون راه نیفتاد سر تقاطع پیچیدم و دند عقب اومدم صدای سود زدن خفه ای از پیاده رو به گوش میرسید. دوبله نگه داشتم و هم ماشین سریدم بیرون و کلت کارمن از درآوردم. در سود زدن ادامه داشت از بین دو ماشین بیرون اومدم و گفتم داداش کبریت داری پسرک سری به طرفم برگشت و دست راستش طرف نیمتنش رفت راننده گایگر بود همون روزی که گایگر رو تعقیب کردم اون ماشین گایگر رو میروند کلت رو به سینش چسبوندم در این زمان صدای آژیری به گوش رسید ازش پرسیدم من یا پلیس گرید تو کی هستی گفتم دوست گایگر گفت بکش کنار عوضی گفتم مثل آدم برو بشین تو ماشین من بچه سوار شد گفتم بشین پشت فرمون میخوام تو برونی بچه لغزید پشت فرمون و بغل دستش نشستم و گفتم بزار ماشین پلیس رد اون وقت سر خر و سمت خونه جلوی خونه گایگر گفتم موتور رو خاموش کنه در همین موقع مشت محکمی زد به چونم منم مشتی کوبیدم کنار گردنش از پهلو چپه شد از پشت به مچاش دستم زدم و خرکش پیادش کردم و با هم رفتیم تو خونه گفتم سعی کن سر و صدا نکنی یه مشت دیگه به فکرش زدم و ولش کردم کف اتاق پا گذاشتم به راروی پشت اتاق نشیمن در اتاق خواب گایگر رو دادم این بار در باز بود و نور کمی با بوی صندل بیرون می اومد. رفتم تو. نور از دوشم شمع بلند می اومد که در دو سر تخت قرار داشتن. گایگر روی تخت خوابیده بود. خیلی نزدیکش نشدم. می باید به سرده یخ می بود. اومدم بیرون و باز در و بستم. پسرک هنوز توی اتاق نشیمن بود. رفتم سمت میز و تلفن رو برداشتم و به برنیول زنگ زدم و گفتم برای بچه ها تو جیب اوبن تایلور هفتیری پیدا کردم؟ گفت این دیگه به پلیس مربوط میشه گفتم اگه پیدا کردن سه گلوله شلیک شده گفت خبر مرگ تو این از کجا میدونی آدرس گایگر رو دادم و گفتم بیا ببین گلوله ها کجا خوردن اولز وقتی اومد از پسرک پرسید اقرار میکنی که جو رو تو با گلوله زدی پسرک جواب نداد گفتم نیازی به اقرارش نیست اصلهش پیش منه گفت پس ببریمش پیش دادستان وایلد دادستان ناحیه مردی میان سال چاقالو با چشمای آبی بود پیش او مرد دیگه هم نشسته بود که سنجاق کراواتش مربارید سیاه بود اولز معرفیش کرد سربان کنون اولز غورید ما لو قضیه تعریف کن منم برای اون دو نفر همه چیز جز دو نکته تعریف کردم یکی اومدن کارمن به آپارتمان برودی و دیگری اومدن ادمارز به خونه گایگر در بعد از ظهر دادستان گفت قضیه قایم کردن جنازه رو درک نمی کنن. گفتم بچه هنوز برامون نگفته اما باید کار کار خودش باشه برودی بعد از تیر خوردن گایگر نمیتونست رفته باشه اون خونه پسترک وقتی به خونه رسیده که من داشتم کارمن رو میرسوندم خونش اون از پلیس میترسیده و فکر کرده نقشه خوبیه که جسد رو قایم کنه تا موقعی که وسایل خودش رو از خونه ببره اون جسد رو از در جلویی کشیده بیرون بر اساس ردی که روی قالی گذاشته و احتمالا برده تو گاراژ بعد که وسایلش رو جمع میکنه میبره جای دیگه و باز جنازه رو برمیگردونه البته اینا همش حدسه باید گفت اون وقت امروز صبح میره فروشگاه و وقتی برودی کتابا رو از اونجا میبره حدس میزنه حتما همون هم گایگه رو کشته و میره ترتیبشو میده کرونجاگر گفت مطمئنی چیزی رو جان انداختی؟ گفتم یکی دو مقوله خصوصی رو جان انداختم آخه فکر میکنم کلمه کاراگاه خصوصی باید یه معنایی داشته باشه من جواز کار دارم اون حرفهای خصوصی به منافع موکلم مربوط میشه بعد هرچی در جیب داشتم مثل قبضای کارمن، اکسای او کارت گایگر، کتابچه آبی هاوی فهرست اسامی و دست کلید خونه گایگر کرونجاگر گفت تو اگه دیروز می اومدی و این چیزا رو میگفتی قتل امروز اتفاق نمی افتاد. گفتم اگه شما مواظب بودین که زیر دماغتون آدم مثل گایگر کتابای مستحجن رو رد و بدل میکنه این چیزا اتفاق نمی افتاد. اولز به کرونجاگر گفت بریم تا یه زندونی رو تحویلت بدم. آنها که وال به من گفت مواظب باش با پلیس در نیفتی. گفتم خودشون هر روز واسه دوست و آشناهاشون کلی چیزا رو نادیده میگیرن اما یه آدمی مثل من که به خاطر موکلش بعضی چیزها رو دیر لو میده کارش جرم محسوب میشه گفت ژنرال پیر دوست جنجونی پدرم بود من هم سعی میکنم هواشو داشته باشم فکر میکنم هدف اون از استخدام تو این بوده که تو کشف کنی دامادش راسترگن تو این قضایا دست نداشته آخه ژنرال اونو خیلی دوست داره گفتم والا نمیدونم البته جنرال میگفت بدش نمیاد که بدون دامادش کجاست فقط همین وقتی رسیدم نزدیک آپارتمانم نزدیکای ساعت یازده شده بود در تالار مردی با دیدنم پا شد ایستاد یکی از همراهای های ادمارز بود گفت رئیس میخواد باید حرف بزنه به گوش و بینی شکستش نگاه کردم و گفتم حرفش چیه؟ گفت بهتره تو کاری که به مربوط نیست دخالت نکنی گفتم اونقدر خستم که خوش ندارم دستورات ادی مارز رو گوش بدم بهتره تو هم بزنی به چاک گفت دستور ندارم کاریت کنم شانس رو بردی و رفت داخل آپارتمانم که شدم هفتیر کوچک کارمن را از جیبم در و بهش خندیدم بعد خوب تمیز و روغن کردم داشتم استراحت میکردم که تلفن زنگ زد گوشی رو برداشتم ادی مارز بود گفت امشب خشن شدی گفتم خشن و بیوسله حرفتو بزن گفت پلیسا اونجان حتما حواست بوده که منو برکنار نگه داری گفتم چرا میباید این کارو میکردم گفت تو نیکی میکن و در دجله انداز گفتم برکنار نگه داشتم ولی خودم هم دلیلشو نمیدونم گفت ممنون حالا کی اونو کشته گفتم فردا تو روزنامه میخونی طرف کسیه که تا حالا هیچ وقت اسمشو نشنیدی گفت بران ازت ممنونم یه روز شاید یه لطفی در حقت بکنم گفتم پس حالا بذار بخوابم خندید و گفت شنیدم داری عقب راستریگن میگردی گفتم خیلی ها این فکر رو میکنن اما نمیگردم گفت اگه دنبالش میگشتی یه سری تو ساحل به من بزن گفتم دنیا رو چه دیدی شایدم سر زدم وقتی تلفن قطع شد زنگ زدم به خانه ژنرال پیشکارش گوشی رو برداشت گفتم خانم ریگن منزلن گفت بله اگه ممکنه چند دقیقه گفتم نه لازم نیست فقط خودت این پیغامو بهش بده بگو مارلو زنگ زد و گفت عکسا پیش منه و همه چی رو به رفتم اداره پلیس تا اطلاعاتی درباره راسریگن بگیرم به خاطر برنی افسری فقط به من گفت که راس موقع ناپدید شدن پونزه هزار دلار نقد داشته که ثروت فراوانی بوده عکس اونم نشونم داد پیشونی وسیعی داشت و دماغ قلمی کوتاه و دهن گشاد میتونستم اگه او رو بعدا دیدم فورا بشناسم بعد به خونه رفتم دیگه خبر قتل گایگر و جوبرودی تو روزنامه ها چاپ شده بود پیشکار جنرال به من زنگ زد و گفت جنرال روزنامه ها رو خونده و به این نتیجه رسیده که پیجویی من دیگه خاتمه یافته بعد گفت جنرال دستور دادن که من چکی به مبلغ 500 دلار براتون بفرستم رضایتتون رو جلب میکنه جنرال امروز مریضم شاید فردا شما رو ببینم و شخصم تشکر کنم تصمیم گرفتم به ادیمار سری بزنم به آدرسی رفتم که به من داده بود ویلای مجلل در وسط بیشهی پردرخت مد لاغرندامی که در خانه گایگر همراه ادیمارز بود منو پیشمون برد به او گفتم گفته بودی چیزی واسه هم داری؟ گفت عجله نکن گفتم راستگیانو که نکشتی؟ گفت من؟ داری شوخی میکنی؟ ببینم اصلا مسئله تو واقعا راسلیانه گفتم کسی منو استخدام کرده که علاقه منده بدون اون کجاست گفت حالا باش ببینم چی میشه همینطور آدم به اون ویلا میومد و میرفت شب تو تالار بزرگی که عده زیادی زن و مرد تو میپلکیدن ویویان ریگن دختر بزرگ جنرال رو دیدم تو بازی رولت چند هزار دلار برده بود خواستم برم بیرون از درخت های سر و اطراف مه میچکید به هر جهت که نگاه می کردم به زحمت چند قدم جلوتر دیده می شد. از پله های پایین اومدم. خوشخوشک از لای درختا راه باریکی رو پیش گرفتم و به جایی رسیدم که میتونستم صدای امواج رو واضح بشنوم. دور زدم و به سمت استبلایی که ماشینا رو پارک کرده بودن رفتم. موقعی که سایه امارت رو دیدم صدای سرفه مردی رو شنیدم. جلوتر رفتم. حالا سایش رو می دیدم. چیزی وادارم کرد که پشت درخت قایم شم. یه لحظه صورت مرد رو دیدم نقاب داشت همونجا منتظر موندم لحظه ای بعد صدای قدم های سبک زنی رو شنیدم نمیتونستم اونو ببینم صدای مردی رو شنیدم که گفت این یه هفتیر خانم صدا تو بیار پایین کیف تو رد کن بیاد صدا برام خیلی آشنا بود کیف رو گرفت و سمت درخت من اومد دست کردم پیپم و عجیبم درآوردم و مثل اسلحه نگه و خفه داد زدم هی hey, لنی بهت گفته بودم دیگه دورو بره همچی کارایی نگردی تکون نخور دم تیرمی ساکت و بی حرکت موند گفتم کیفو بند زمین وقتی انداخت جلو رفتم و گفتم حالا بهتره بی سر صدا دردی تو جیکت در نیاد منم جیکم در نمیاد باشه گفت باشه و در مه محف شد کیف رو برداشتم و به طرف زن رفتم ویویان ریگن بود گفت دست مریزاد مالو حالا دیگه محافظ شخصی من شدی؟ گفتم همچی به نظر میاد بیا اینم کیفت اگه ماشین نیوردی بهتر من برسونمت قبول کرد و سوار ماشین من شدیم پس از مدتی به شهرکی رسیدیم و دراگستوری که باز بود گفتم بریم تو قهوه ای بخوریم همونطور که قهوه رو مزمزه کردم به صورت عصبی و رنگ پریدش نگاه کردم و گفتم ادی مارز برگه ازت داره گفت کلی پول شب سر بازی ازش بردم گفتم یعنی اینقدر باعث دلخوری شده که هفتیرکش تیرکش بفرسته سراغت جواب نداد دوباره گفتم ادیمارز چه برگهی ازت داره گفت خوشمزگی نکن مالو سال پیشم هم نکن گفتم ژنرال چقدر از این مزایا مطلعه گفت خیلی گفتم کی بهش اطلاع میده گفت دادستان مدام به سر میزنه باز تکرار کردم از ادیمارز بگو گفت واسه همین حرفاس که آدما تیر میخورن گفتم خانوم من کاراگاهم قرار بابت حرفم جون بدم حرفتو بزن گفت چی باعث شده فکر کنی اون ازم برگه داره گفتم اون اجازه میده تو خونش کلی پول ببری بعد یه هفتیرکش میفرسته پول ازت پس بگیره اون وقت تو یه سر سوزنم متعجب نمیشی حتی ازم تشکر نکردی که برات نجاتش دادم اینه که فکر میکنم کل ماجرا نقش بود گفت آی کاراگو از ریختت بیزارم بهتره بریم خونه بیرون اومدیم و ماشین رو روشن کردم تا بود گاز دادم بی اون که ازم خداحافظی کنه پیاده شد رفت منم برگشتم خونه وقتی چرا چراغ اتاق روشن نکردم بوی عطر تندی از اتاقم می اومد تو اون تاریکی کسی رو تشخیص دادم لامپ رو روشن کردم کارمن استرن بود اونجا نشسته بود خندید و گفت شرط میمندم نتونی حدس بزنی چطوری اومدم تو گفتم اینکه کاری نداره از سوراخ کلید وارد شدی گفت باز که خوشمزگی کردی گفتم حالا بگو واقعا چطوری اومدی تو گفت مدیر ساختمون در برام باز کرد کارتت نشونش دادم گفتم باری کلا حالا بگو چطوری میری بیرون اینجا سرپناه منه جاییه که منو به گذشتم مربوط میکنه به هر چیزی که برام جای خونواده رو میگیره گفت باید حرف دارم گفتم فعلا نه حوصله دارم نه وقتشو باشه برای وقت دیگه خیلی عصبانی شد طوری که زیر لب بهم بد و بیرا گفت بعد در و باز کرد و بدون این چرفی بیرون زد صبح روز بعد بارون میبارید احساس خستگی میکردم رفتم آشپزخونه یه فنجون قهوه خوردم بعد دوش گرفتم و لباس پوشیدم و بیرون رفتم اون طرف خیابون صد قدمی بالاتر یه استشنباگان خاکستری ایستاده بود همونی بود که دیروزم دیده بودم سعی داره تقریبم کنه ولی اعتنایی بهش نکرده بودم امکان داشت پلیس باشه البته اگه پلیسی این همه وقت داشته باشه که بخواد اونو با تعقیب کردن من تلف کنه شاید هم کاراگاه دیگه ای بود که سعی داشت از پرونده کاراگاهی دیگه سر در بیاره از در عقب بیرون اومدم و سوار کوپم شدم و از جلو ساختمون از کنار استشن گذاشتم مرد کوچولوی تنهایی تو اون بود پشت سرم را افتاد توی بارون بهتر عمل میکرد فاصلش شاید هیچ زیاد نمیکرد تا بلوار روندم و جایی نزدیک ساختمونم ایستادم و پیاده شدم یقه بارونیم رو بالا زدم لبه کلام و پایین کشیدم استشن اون سمت خیابون بود تا چهارا رفتم و قدم زنون برگشتم استشن تکون نخورده بود دست پیش بردم و یک باره در طرف مسافر رو باز کردم یه مرد کوچولو با چشمای روشن گوشه پشت فرمون کس کرده بود گفتم نمیتونی تصمیم بگیری؟ با صدای فشردهی گفت فکر نکنم شما رو بشناسم گفتم اسمم مارلو کسی که یکی دو روز سعی میکنی تعقیبش کنی گفت من هیچ کاری تعقیب نمیکنم جناب گفتم بله تو نمیکنی اما این ابو غارزه میکنه حالا من دارم میرم قهبه خونه اون طرف خیابون صبحونه بخورم بعدش میخوام برم بالا تو دفترم که تو طبقه هفتم همین ساختمون یکی جلوته اگه دلت تنگ شد یه سر بیا بالا بعد دور شدم و به اتاقم رفتم پاکت کلوفتی برام رسیده بود یک چک ارقوانی به مبلغ 500 دلار داشتم پشت نویسیش میکردم که زنگ در به صدا در اومد باز کردم مرد کوچلو استیشن سوار بود سرید تو دو طرف میز روبروی هم نشستی حدودا یک متر نیم قد داشت وزنشم کم بود کت چهار دگمه خاکستری پوشیده بود از جنس پیچازی ایرلندی گفت شاید اسممو شنیده باشی من هری جانزم گفتم افتخار نداشتم گفت پاتوقم همین دورو براست برای بچه های اینجا رو میشناسم گفتم این مقدمه چینی قرار چه دردی رو ازم دوا کنه؟ گزنده گفت هیچی گفتم یکی دو روزه داری دنبالم میکنی شاید معمور بیمه ای شاید یه بابایی به اسم جو رو میشناسی تعداد شاید ها زیاده اما تو حرفه ما تعدادشون خیلی زیاده گفت یا مسی انگار تو علم غیب داری گفتم خودتو بتکن حرفتو بریز بیرون همه ساعت روز که وقت ندارم درخشش چشماش ناپدید شد در سکوت صدای بارون که روی بام و پنجره ها میبارید شنیده میشد گفت داشتم سعی میکردم سر نخی ازت به دست بیارم چیزی واسه فروش دارم ارزونه در مقابل یکی دو تا صدی چطوری با دیدن من یاد جو افتادی گفتم جدی نگیر داشتم حدس میزنم که تو پاسبون نیستی جز به دار دسته ادیمارزم نیستی دیشب ازت پرسیدم کسی دیگه ای به عقلم نمیرسید الا رفقای جو برودی که امکان داشت اینقدر خاطرمو رو بخوان لب زیری خود رو لیسید و گفت تو من دست انداختی گفتم خیلی خوب دستت انداختم نکنه اگنس تو رو فرستاده اگنس همون زن مطلعی بود که تو فروشگاه گایگر دیده بودم و شب قتل جو برودی تو آپارتمانش بود گفت آره اون منو فرستاده تو شبی که جو مرد اونجا بودی قاعدتا جو باید یه گذکی از خانواده استن بود داشته باشه که جرأت کنه اون عکس باسشون بفرسته گفتم خب اون گزک چی بوده گفت این همون چیزیه که دیویس دلار میارزه سیگاری روشن کردم گفت من و اگنس باید از شهر بریم بیرون تو این ماجرا اون مقصر نیست گفتم بریم سر اصل مطلب پول بهت بدم چی برام داری گفت یه چیزی که کمکت کنه راستریگن رو پیدا کنی گفتم من پی راست ریگن نمیگردم گفت ادعاد اینه وقتی خبرهای دیگر بشنوی نظرت عوض میشه گفتم بفرما بنال هرچی به کار من بیاد پولشو میدم گفت ادیمارز داد کلک ریگن رو بکنم آرام این حرف زد و پس کشید در رو نشنش دادم و گفتم جقله بزن به چاک حتی حاضر به بحث باید نیستم خم شد روی میز و گفت شوخی نمیکنم. گفتم بزنم به چاک مزاحم نشو کار دارم گفت نه خیر نداری به این آسونی نمیتونی از شر من خلاص شی اومدم اینجا که حرف دلم و بزنم و میزنم من من رو میشناختم آدم خوبی بود ازش خوشم میومد خاطرخواه خانندهای به نام موناگرانت بود موناگرانت تحویلش نگرفت اونم رفت با ویویان دختر ژنرال عروسی کرد این موناگرانت یه جورایی به ادیمارز مربوط میشه یعنی با اونه راست آبش با ویویان توی جوب نمیرفت ولی چشم دوربین داشت عین لاشخور و همش داشت اونوره در رو میپایید فکر نکنم واسه پول تره خورد میکرد و وقتی من اینو میگم داداش یعنی تعریف به نظرم اون مرد کوچولو اونقدران پرت نبود یه گوشبر عادی نمیتونست همچی فکرایی داشته باشه چرسه به اینکه بتونه اونا رو بیانم بکنه گفتم پس گذاشت در رفت گفت این دختره مونا از کارای ادیمارس خیلی راضی نبود کارهایی مثل کلاهبرداری ماشین دزدی تقلب تو قمار و غیره گفتم ببین اکثر این حرفهایی که تا حالا زدی همه میدونن ازشون نباید طبقه پول داشته باشی گفت عجله نکن کم کم دارم میرسم به اون چیزی که به پول میارزه من اون وقتا هر روز بعد از ظهر راستریگن رو میدیدم خب حدودا از عواسط سپتامبر دیگه اونو نمیبینم میفهمی یعنی چی یه بابایی رو تو هر روز میبینی و بعد دیگه نمیبینی چیزی هم که باعث میشه تو به اون فکر کنی اینه که یهو اونجا میشنفی یه بابایی داره میخنده و میگه راستیگن ادیماز رو قال گذاشته و با مناگران کنار اومده و با هم در رفتن اینو که شنیدم رفتم به جو برودی گفتم جو آدم زیرکی بود زیرکیش سرش رو بخوره اگه زیرک بود حالا زنده بود اون همیشه دنبال پول بود بو میکشید ببینه از کجا میتونه نخی پیدا کنه و دو نفر رو به اتیغه. من و جو روزنامه ها رو پاییدیم دیدیم هیچ خبری درز نکرده فهمیدیم جنرال رو این کار در پوش گذاشته تو این هیروویر من یه روز کانینو یکی از آدمای ادیمارز رو دیدم که جلوی خونه استن بود داشت یه چیزی با ویویان رد و بدل میکرد چیزی مثل پول به جو گفتم گفت کانینو حتی یه چیزایی راجع به راستگن میدونه و داره سعی میکنه از اون راه به پول و پله برسه سکوت کرد گفتم خب بقیش؟ گفت اگه پولی نسلفی همش همینه گفتم این چیزی نیست که دویست دلار بیارزه گفت اگه بدونی مناگران کجاست دویست رو میدی او حالا تمام توجه منو به خودش جلب کرده بود گفتم تک و تنها یا با راستریگن ریگن گفت ممکنه وقت با راست در نرفته باشه همینطوری تحت الحفظ نگهداری بشه توی مخفیگاه تا پلیس بکنه با راست در رفته. حالا واسه یه همچی چیزی حاضری دیویست دلار به سلفی یا نه لبام و لیسیدم مزه خوشگشوری داشت گفتم گمونم حاضرم کجاست؟ ابوسانه گفت اگنس پیداش کرده خیلی شانسکی دیدتش که داره رانندگی میکنه و دنبالش میره تا در خونش اگنس بهت میگه خونه کجاست البته وقتی که پولا تو مشتش باشه گفتم این اگنس هم باید آدم زرنگی باشه اون یک دقلیه منم هم دقلم هممون هم دقلی همه هم دیگر واسه یه سکه میفروشیم دست دراز کرد سمت یک دیگر از سیگارهای من تر و تمیز گذاشتش بین لبهاش و با کبریت روشنش کرد همونطوری که خود من میکنم چشم به چشم من خیره موند آدم که عجیبی بود یه چیزی توش بود که از غذا منو میگرفت گفت کلکی ملکی تا اینجا سوار نکردم اومدم و حرفایی بهت گفتم که دیویستا میارزه قیمت واقعیش همینه حالا تو هم مرد و مردونه یا باید بگی آره یا نه به هری گفتم بابت این اطلاعات دیویست دلارت میگیری اما اول من باید پول خودم از جنرال بگیرم بلان شد ایستاد و سرش به نشانه قبولی تکون داد و گفت درسته فروختن اشخاصی مثل ادیمارز نالوتیگریه ولی ما هم باس نوم بخوریم هوا که تاریک شد پولو بیار تا من ببرمت پیش اگنس تا اونم آدرس مونا رو بد بده از همین در عقبی بیا آدرس من اینه گفتم نمیشه خودت بهم بگی گفت نه این و قراری میان من و اگنس آدرس رو داد و پاکشون به سمت در رفت رفتم و چک 500 دلاری رو نقد کردم و 200 دلار اونو برداشتم و به خونه برگشتم به نظرم داستان هری جونز یه کمی سرهم بندی شده به نظر می اومد. و بیشتر افسانه به نظر می رسید تا واقعیت. آماده شدم و سراغ اون آدرس رفتم. ساختمونی قدیمی و کثیف بود. توی پاگرد طبقه سوم چند بلگرد خوابیده بودن. تو طبقه چهارم رفتم سراغ دری که روش نوشته شده بود والگرین بیمه. رفتم تو. حالا یه در بسته دیگه بود. خواستم در بزنم که صدای هریجانز رو شنیدم که می گفت کانینو آره خودم اونجا دیدمت معلومه یخ کردم اون صدای دیگر حرف زد خورهی بلندی داشت گفت فکر کردم که میشناسی پس سرکار رفتی دیدن این فضول باشی. خب این اشتباه بود ادی خوشش نمیاد فضول باشی به ادی گفته یه بابایی با استشن خاکستری داره دنبالش میکنه ادی طبعا میخواد بدون اون کیه و چرا تعقیبش میکنه ملتفتی که فریجانس خندید و گفت چه دخلی به اون داره؟ من به خاطر پول رفتم دیدن فضول باشی. صدا گفت فضول باشی ها پول به این سادگی نمی سالفن. حالا بگو ببینم این اگنس حالا کجاست؟ هری جانز گفت حرفشم نزن. اون حالا طرف منه. تو به میگی مردک. اینجا یا اون اتاق عقبی که برای بچه ها منتظرمونن. به نظر من این اگنس فقط طعمه بوده واسه شکار گایگر. این ماجرا رو بس به ایدی بگم. خب فضول باشی رو چقدر میخواستی تیغ بزنی؟ دو تا صدی گرفتی؟ امیدوارم بگیرم قرار فردا ببینمش نگفتی اگنس کجاست؟ سکوت شد بعد صدا ادامه داد به این نگاه که مردک لورش سمت دهنت هری گفت شلیک کن ببین چی گیرت میاد گیر من چیزی نمیاد اما گیر تو دومت کفن میاد باز سکوت صدا ادامه داد اگنس کجاست؟ هری جانز آی کشید و گفت باشه توی مجتمع آپارتمانی تو شماره 28 کورت استریت آپارتمان 301 خوب شد حالا من و تو میریم باش حرف میزنیم میخوام تحتوش دردم ببینم داره به کلک میزنه یا نه اگه همینطوری باشه که تو میگی همه چی رو به راهه میتونی فضول باشی رو تیغ بزنی و بزنی به چاک حالا اون نوشیدنی تو بیار صدای قلقل اومد بعد صدای صرفه ای تیز اون وقت گرم به کوچکی روی کفه اتاق صدا به ملایمت گفت انگار حالت بد شد رفیق پاسخی از هری جانز نشنیدم بعد صدای باز شدن در و بسته شدن اون اومد سری خودم رو قایم کردم قطعا آپارتمان در دیگه هم داشت دقایقی بعد صدای قدم ها محف شد. برگشتم و در فشار دادم بسته بود. با تلق کلفت قاب گوبای نامه و یه سوزن مخصوص در باز کردم. تو نیمه تاریکی اتاق حجم گوز کرده ای رو پشت میز دیدم. کلید چراغ پیدا کردم. چراغ که روشن شد هریجان از اون طرف میز با چشمای کاملا باز نگام میکرد. لیوانش رو میز بود. بوش کردم. بوی بادم تلخ میداد. به نشونه سیانور. سری رفتم سمت تلفن و شماره آپارتمان 301 بلاک 28 کورت استریت رو گرفتم سه بار زنگ خورد بعد صدای مردی اومد پرسیدم اگنس اونجاست گفت اینجا اگنسی نداریم رفیق چه شماره ای میخواستی؟ شماره رو گفتم گفت شماره درسته دختره اشتباس گوشی رو گذاشتم و این بار دنبال مدیر مجتمع گشتم گوشی رو مردی برداشت و گفت شیف با شما حرف میزنه بفرمایید گفتم من والی سمد دفتر هویت پلیس دکتری به اسم اگنستون مجتمع ساکنه پرسید گفتی کی هستی باز گفتم از دفتر هویت پلیس گفت اگه شماره رو بدین خودم بهتون زنگ میزنم زنگ بود گفتم مسخره بازی رو بذار کنار اونجا زندگی میکنه یا نه گفت نه سفت و سخت گفت گفتم یه موتلایی قد بلند با چشمایی سبز گفت تو این ساختمون موتلایی زیاده گفتم انگار میخوای پلیس جرائم رو بفرستم بفرستم که اونجا رو کنفیکون کنن حضرت آقا زیر و بالای اون مجتمع خودمون میدونی گفت سخت نگی سرکار مشخصات دیگه ای اگر ازش داریم بگین با همکاری میکنم گفتم تنهاست گاگوداری یه بابای کوچولو دودن یه متر و نیمی با کچربار خاکستری و کلاه خاکستری میاد اونجا اطلاعات من میگه تو آپارتمان 301 ولی زنگ میزنن یه اولاق گوشی رو برمیداره گفت نه اونجا نیست اونجا یه جفت ماشین فروش زندگی میکنن همچی کسی که میگین اینجا نیست گفتم بینایت ممنون آقای شیف گوشی رو گذاشتم و عرق صورتم رو پاک کردم به هری جانز نگاه کردم و گفتم دستخوش داری خوب کلکی بهش زدی بهتر بود از اونجا برم ممکن بود کانینو برگرده اینقدر از حامیاش مطمئن بود که برگرده به صحنه جنایتش چراغ رو خاموش کردم و رفتم سمت در تلفن یه دفعه زنگ زد گوشی رو برداشتم و گفتم بفرمین زنی از اون طرف خط گفت با هری کار داشتم گفتم فعلا اینجا نیست اگنس خانم مکسی کرد و آروم گفت شما کی هستین گفتم مارلو همون بابایی که مایه درد سره به تندی گفت خودش کجاست گفتم من اومدم اینجا دیویز شوق در ازای اطلاعات معینی بهش بدم پیشنهادم هنوز باقی و پول تو جیبمه تو کجایی گفت از هری بپرس گفتم نمیتونم ازش بپرسم آدمی به اسم کانینو رو میشناسی حرف نزد پرسیدم بالاخره این دوتا صدی رو میخوای گفت آره آقا خیلی بهشون نیاز دارم گفتم خیلی خوب به او کجا بیارمش یه باره تون صداش برگشت و گفت هری کجاست گفتم در رفت یه جایی بیا و منو ببین پول همرامه گفت حرفاتو باور نمیکنم گفتم انگار نمیخوای حرف گوش کنی کانینو دنبال هری بود یه سر نخایم ازش پیدا کرد و هری هم در رفت من میخوام بی سر و صدا کار کنم تو هم میخوای بی سر و صدا کار کنی هری هم میخواد بی سر و صدا کار کنه تو که نمیخوای من دومم رو ببندم به دوم ادی مارس؟ گفت نه تا نیم ساعت دیگه دم ویلشای جلوی ورودی شرقی میبینم اید. گفتم خیلی خوب گوشی رو گذاشتم و دفتر رو ترک کردم اگنس گفت اول پولو بده اسک رو به او دادم گذاشت تو کیفش و گفت چی به سر هری اومده گفتم مگه نگفتم که در رفت کانینو یه جورایی سر از کاراش در آورده بود هری رو فراموش کن من پول دادم و حالا اطلاعات میخوام گفت میگیریش هفته قبل من مونا رو توی ماشین به دست کانینو دیدم تقریبشون کردم رفتن سمت کوپایه جایی که جنوبش نارنجستون و شمالش کارخونه تولید سیانوره از شهرها که به پیچی تعمیرگاه است. پشت تعمیرگاه یه خونه چوبیه. اینجا که رسیدم پیچیدم پشت خونه. نیم ساعتی منتظر موندم و بعد یواشکی رفتم سمت اون خونه. ماشین جلوش بود و چراغای خونه روشن بود و رادیو میخون. بعد زدم به چاک. ساکت شد. گفتم احتمال داره جا و عوض کرده باشن. ولی به حال چاره نیست. اگنس رفت منم رفتم شامی حسابی خوردم تا بتونم 60 کیلومتر تو بارون برونم و. اگر من برگردم نرسیده به شهرها پنچر کردم زاپاس نداشتم در ماشین رو گفت کردم و بیرون اومدم نور زردی از دور دیده می شد احتمالا مال همون تعمیرگاه بود رفتم به طرفش درای تعمیرگاه بسته بود اما از درز دراش نور بیرون میزد. رفتم سمت خونه چوبی حسابی دور از جاده بود پشت ای از دار و درخت ماشینی همونجا پارک بود که احتمالا ماشین کانینو بود برگشتم تعمیرگاه و روی در چوبی با ته قوه کوبیدم چند دقیقه طول کشید تا صدایی گرفته بگه چی میخوای گفتم واکن تو شهرها پنچر شدم کمک میخوام گفت ببخش آقا جون تعطیلیم دو کیلومتر جلوتر تو همون شهرها یه تعمیرگاه دیگه است با لگت محکم به در کوبیدم این بار صدای کانینو به گوشم خورد که گفت واکن ببینم این پرمردا کیه در که باز شد مرد قد بلندی رو در لباس سرهم دیدم که هفتیری رو سمت من نگه داشته بود گفت بیا تو در به من غریبه ببینم چی کار داری رفتم تو و در رو پشت سرم بستم سعی کردم سمت کانینو نگاه نکنم هرچند تا اون موقع من او هم دیگر ندیده بودیم مرد گفت این دروبر دوزد و دقل فرابونه گفتم من یه قریب هم که ماشینم پنچر شده فکر کردم شاید شما هم پی مشتری باشین کانینو گفت این بابا تو دخمته است ببین چیکار میتونی بسش بکنی من به اون که طرفش نگاه کنم گفتم ممنونم مرد سر همی پوش گفت باشه و هفتیریش لابلای لباساش قایم کرد حالا وقتش بود به کانینو نگاه کنم کوتاه قد بود با شونهای پن صورت سرد و چشمای مشکی سرد و یخ کرده منو بی و بی علاقه نگاه میکرد انگاری که داشت به اتیک گوشت منجمد نگاه میکرد دوباره گفت یه جک وردارو به پنچری آقا برس تعمیرکار پاکشون رفت پالتوی لاستیکی سر همین رو پوشید یه آچار و یه جگ برداشت و بیرون رفت بارون همونطور تند میبارید در فاصله رفت و برگشت و او کارونو گفت سفرت کاریه گفتم تا حدودی در باز شد و تعمیرکار برگشت و لاستیک پنچر رو هل داد تو و گفت جاب و وقت پیدا کردی ها بعد توی رو در آورد و چسبوند و باد کرد بعد اونو تو هوا نگه داشت بدنش نیمچرخی داد و قبل از هر واکنش من اون رو به سرعت از سر و رد کرد پری دقب و محکم لاستیک کشید پایین حالا میتونستم دستامو تکون بدم اما نمیتونستم اصله توی جیبم و در بیارم بعد کانینو جلو اومد و با مشت سنگینش تو فک کم کوبید دومی و سومی رو که زد دیگه هیچی نفهمیدم چش که باز کردم زنی رو دیدم دست بسته بود دست من موچای منو پشتم نگه داشته بود و با تناب منو به نیمکت بسته بودن گفتم سلام گفت حالا چطوره؟ گفتم عالی یه کسی رو فکم خونه درست کرده گفت چی توقع داشتی جناب مارلو؟ به نظرم هنوز یه هوا گیجی فکر نمی کنم اونقدر خطرناک باشی گفتم پس شما منو میشناسین گفت وقتی شما تو خواب بودین اونا وقت کافی داشتن که جیباتونو بگردن پس شما کاراگاهی گفتم گناهم فقط همینه اون دو نفر کجا رفتن گفت رفتن جایی گفتم فکر میکنم شما اینجا زندونی هستین گفت چی باعث شد همچی فکری بکنی؟ گفتم من شما رو میشناسم گفت پس برای تو متاسفم من از آدم کشی بیزارم عرض اتاعته کرد و به صداهای بیرون گوش داد و گفت چرا اومدی اینجا و تو به خطر انداختی؟ ادی که آزارش به شما نمیرسید شما خوب میدونی که اگه من اینجا قایم نشده بودم پلیس حتم کرد ادی راست رگه نکشته گفتم خب کشته دیگه یواش گفت ادی اینجور آدمی نیست منم ماهاست که راست رو ندیدم گفتم در مورد ادی انگار شما از کلاوردارا خوشتون میاد گفت اون فقط بساط قمار را میندازه گفتم فکر میکنی اون هم باج بگیره هم ماشین دزدی آب میکنه هم از راه دور آدم میکشه هم تطمیم کننده پلیسه در واقع اهل هر فرقه که به نظرش پولساز بیاد گفت اون هر کاری بکنه آدم نمیکشه گفتم خودش نه اون کانینو رو داره همین کانینو امشب مردی رو کش که آدم کوچولوی بیازاری بود من کم و بیش شاید قتلش بودم سری تکون داد و خندی گفتم خیلی خوب باور نکن گفت من به ادی علاقه دارم گفتم ای داد و بیداد اون وقت دست منو بسین اینجا نگرم داشتیم بیرون رفت و با کاردی برگشت تنابی دستم رو پاره کرد و گفت کلید پیشی پیش کانینوس قدمی برداشتم و گفتم به نظرم شما منظورتون اینه که من برم بی اون که سر بلند کنه گفت آره گفتم شما بهتر به من بیاین اگه میخواین زنده بمونین گفت بی خود وقت تلف نکن هر دقیقه ممکنه اون برگرده گفتم یکی به اسم هری جانز میخواست جایی تو رو به من نشون بده اون اومد پیش من و اطلاعاتشو بهم داد اما کانینو اونو کشت البته ادی کسی رو نمیکشه فقط عجیل میکنه تا باسش با بکشن با خشونت گفت برو بیرون زود از اینجا برو گفتم تو هم بیا تو تنها به منو بریدی کانینو اگه برگرده به سادگی تو رو ول نمیکنه مونا گفت من نمیام بهتر زودتر فرار کنی گفتم فرض کن ادی ریگانو کشته باشه یا شاید کانینو بدون اطلاع ادی اونو کشته باشه در هر صورت بعد از فرار من جون تو هم در خطره گفت برو بیرون ادی یا کانینو با من کاری ندارن گفتم باشه و از در بیرون زدم و وارد تاریکی شدم رسیدم به شاهرا ماشینم سالم و سر حال اونجا بود اون یکی از نهم رو که اونجا بود برداشتم و برگشتم دقایقی بعد ماشینی جلو خونه نگه داشت حتما کانینو بود صبر کردم صبر کردم از داخل خونه بیرون بیاد یک ساعتی که گذشت اول مونا و پشت سرش کانینو بیرون اومدن مونا سپره برای کانینو بود کانینو میدونست که من جایی همون جا هستم یه مشن پرد کردم و سری جامو عوض کردم کانینو سه تیر شلیک کرد این بار نوبت من بود از روبروش در اومدم و چهار گلوله به سر و سینه زدم مونا گفت میترسیدم برگردی گفتم اینقدر من پخمه نیستم به تلخی گفت مجبور بودی بکشیش؟ بعد جلو آمد و با کلیدی که از جیب کانلو در برده بود دستبندم و باز کرد و گفت فکر کنم مجبور بودی تو لس آنجلس تلفن زدم به برنی اولز و گفتم که من تو ریالیتو یه آدم کشتم و حالا سر راه خونه دادستانم با مناگران که شاهد قتل بوده وقتی به خونه دادستان رسیدم اولزم اونجا بود و مرد باریکندام دیگه هم از دفتر کلانتری اومده بود بعد از شنیدن حرفام منو با دو افسر جنایی به خانه هری فرستادن از همه جا انگوش نگاری کردن. موقع برگشت به خونه دادستان دیدم ادیمارزم مارزم سر کلش پیدا شد. وقتی من اقرار نامه را امضا کردم دادستان تو گوشم گفت مواظب به کارات باش. تو خونه رو تخت دراز کشیده بودم که پیشکار ژنرال زنگ زد و گفت ژنرال مایلن شما را امروز صبح ببینن. بلند شدم. لباس عوض کردم و کلت کوچک کارمنو تو جیبم گذاشتم. منو به اتاق خواب ژنرال هدایت کردن. ژنرال به چند بالش تکی داده بود و دستای بیخونش روی ملافه تخت چفت بود. با صدای خشک و خسته گفت مارلو بشین نشستم. یک دقیقه به من زول زد و بعد با لحنی بیروه گفت من از شما نخواسته بودم دنبال دامادم بگردین. گفتم اما قلبا مایل بودین. گفت شما خودخواسته این کارو کردین. من اگه چیزی رو بخوام خودم میگم. ساکت موندم ادامه داد چرا گذاشتین پلیس فکر کنه که من شما رو برای یافتن ریگن به خدمت گرفتم گفتم من چیزی رو مستقیم نگفتم شما به من نگفتین که در این مورد چیزی به پلیس نگم از طرفی شما قبول ندارین که واقعا به ریگن علاقه مندین و بدتون نمیاد ردش پیداشه؟ ابتدا سکوت کرد بعد گفت اگه درست فهمیده باشم تو هنوز میخوای این معما رو حل کنی. گفتم نه قربان من جا زدم به من هشدار دادن بکشم کنار به همین دلیل هم هست که میخوام 500 دلار شما رو بهتون پس بدم چون با معیارهای من این کارم دنبریده و ناتمومه لبخندی زد و گفت جا نزن من هزار دلار دیگه میدم که راست رو پیداش کنی لازم نیست برگرده لازم نیست حتی بدونم کجاست سرزنشش نمیکنم چرا دخترم رو ول کرده یا حتی ناقافل گذاشته رفته من فقط میخوام بدونم اون حالش خوبه حتی اگرم پول بخواد حاضرم بهش بدم گفتم بله جنرال انگار راحت شد تو بستر یله داد و چشما رو بست دقایقی بعد اونا رو باز کرد و لبخندی زد و گفت گمونم من یک بوز پیر احساساتی هم. از این بچه خوشم اومد به نظرم پاک رو راست می برام پیداش کن مالو گفتم سعیم و میکنم. بهتر دیگه استراحت کنین فورا پا شدم و کف عریض و اتاق رو طی کردم و اومدم بیرون. بیش از هر میتی شبیه مرده به نظر می اومد. در را آرون بستم و در طول سرسرا برگشتم و از پله ها پایین اومدم. پیشکار با کلاهم هم روبرون ظاهر شد. گذاشتم این سرم و گفتم این بابای ریگن چی داشت که اینطوری تو دل جنرال جاوا کرده؟ گفت جوونی جوونی آقا و جوون مردی گفتم خانوما امروز صبح چطورن شونه بالا انداخت یعنی منم مثل تو از امارت بیرون اومدم و محبته چمنکاری شده رو رد کردم همین موقع کارمن رو دیدم که ظاهرا الاف و تنها روی نیمکت سنگی نشسته بود و سرش بین دو دستش گرفته بود پیش از اون که منو ببینه کاملا نزدیک شده بودم برید بالا صورتش رنگ پریده بود و لکه های سرخی روی گونهش دیده میشد. چشماش عین سنگ شده بود. گفتم حوصلت سر رفته؟ آهسته لبخند زد. بگی نگی خجول. بعد زمزمه کرد. از دست من عصبانی نیستین؟ گفتم فکر کردم شما از دست من عصبانی هستین. نخودی خندید و گفت من نیستم. نگاهی به دور برم کردم. با سه قدمی که جابجا جا شدم گذاشتم درختی قایمم کنه از دید رسه اون دست صدفی کوچکش را عجیبم جیبم بردم و گفتم بیا ماس مسکت و پس آوردم تمیزش کردم و پرش کردم توصیه قبول کن به آدما شلیک نکن مگه اینکه تیرانداز قابل تری بشی قضیه جو رو که یادت میاد رنگ از روش پریده تر شد یک بار به خودم و یه بار به اصله دستم نگاه کرد و گفت باشه بعد سر تکان داد و گفت میشه به من تیراندازی یاد بدین؟ گفتم بله گفت یادم بده چجوری تیراندازی کنم خوشم میاد گفتم اینجا خلاف مقرراته اومد طرفم و اصلا را دستم گرفت و دستش رو دور قبزش حلقه کرد بعد اونو فرو کرد دو جیب شلوارش رو با حرکتی دزدانه دور و بر رو پایید با لحن خاصی گفت جاشو من بلدم دم چاهای قدیمی اون پایین و به پایین تپه اشاره کرد و ادامه داد یادم میدین؟ گفتم خیلی خوب هفتی رو بده من تا ببینم این جایی که میگی مناسبه یا نه لبخندی زد و دهنکجی کرد و اون رو به حالتی شیطنم تامیز پسند داد رفتیم سمت ماشین من باقا با متروکه به نظر می رسیدن. آفتاب به اندازه لبخند یک پیشخدمت خالی و خنک بود تو ماشین بهش گفتم ویویان کجاست خندید و گفت هنوز از خواب پا نشده سر ده دقیقه به جایی که مورد نظر او بود رسیدیم اشاره کرد اونجا جاده باریک و خاکی بود عین کوره را دو طرفش درخت های بلند و اوکالیپتوس بود و وسطش عمیقا شیار شیار متروک به نظر میرسید رسید طوری سر و صداهای شهر فروکش کرده بود که انگار اونجا جزو شهر نبود جایی بود در سرزمین خواب و خیال چاهای فراوونی هم اونجا بود که دیگه تلمبه نمی شدن. چشم که میگردوندی تلمباری از دوله های زنگ زده میدیدی و تعدادی بشکه خالی که نامنظم رو هم ریخته بود. پرسیدم میخوان همه اینجا رو به گردشگاه تبدیل کنن؟ چونش رو پایین داد و به من زل زد. گفتم اینجا رو میگفتی؟ گفت آره خوشت نمیاد. گفتم چرا؟ خیلی قشنگه. ماشین نگاه نگه داشتم و پیاده شدیم. آشغال زیادی اونجا ریخته بودن که کهنه بودن. هر جا نگاه کردم نشونی از فعالیت ندیدم. به نظر جای مناسبی برای تمرین تیراندازی می اومد. کارمن گفت اون کلتو بدیم به من و دستش دراز کرد. از در گذاشتم کف دستش. خم شدم و یک بوتی زنگ زده برداشتم. گفتم مواظب باش. هر پنجتاش پره. من قوطی میذارم اونجا. سرش رو پایین آورد و زوغ زده گفت خوبه گفتم شلیک نکنید تا من برگردم هدف خوبی بود اگه به قوطی نمیزد که قطعا نمیزد میزد به بشکه و بشکه سپر مناسبی برای متوقف کردن گلوله بود برگشتم وقتی به ده قدمیش رسیدم دندوناشو نشونم داد و اسلحه رو بالا آورد و گفت همونجا باید سعوزی حالا اسلحه رو به سینم نشونه رفته بود و دستش کاملا استوار به نظر می اومد. صورتش خشک و بود و او خندیدم و بنا کردم رفتن به سمت او دیدم که انگشت روی ماشه فشار داد حدودا شش قدمی او بودم که شروع به شلیک کرد اسلحه صدای خشکی داد و دودی از اون خارج نشد دوباره ایستادم و بهش خندیدم باز آتیش کرد چهار گلوله رو که خالی کرد پریدم طرفش او خیلی به دقت و حساب شده شلیک میکرد بدون کمترین نگرانی گفتم خیلی خوشمزه یا دستش شروع کرد به لرزیدن کلت افتاد کل صورتش از ریخت افتاد و کف روی لباش نمایون شد زوزه کشید و بنا کرد گیجگیجی رفتن گرفتمش قش کرده بود دندونای کلیچدش رو با دو دست باز کردم و دستمال تا شده لای اونا گذاشتم بعد اونو تو ماشین بردم و برگشتم کلت و برداشتم و از همون رایی که اومده بودیم برگشتم توی راه تکونی خورد و چشماش یه باره باز شد و صاف نشست و گفت چی شد؟ گفتم هیچی چطور مگه؟ گفت فکر کنم یه چیزی شده و خندی گفتم چیز مهمی نشده با بدگمونی نگاه هم کرد و یه باره گریه رو سر داد پیشکار گفت که ویویان کارم داره به اتاقش رفتم تا منو دید گفت تو یه ایوون به تمام معنا هستی یه نفر دیشب کشتی حالا اومدی و خواهرم طوری ترسوندی که دچار حمله شده ساکت موندم. گفت چرا ایچی نمیگی؟ گفتم حالا حالش چطوره؟ گفت گمونم خوبه. توی خواب عمیقی فرو رفته. چیکارش کردی؟ گفتم هیچی. اون یک کلت از خونه برودی پیش من داشت. اووردم اینجا بهش پس دادم. خوشحال شده ازم خواست بهش تیراندازی یاد بدم. بعد منو برد کنار اون چاهای متروک و وقتی خواست تیراندازی کنه یو از حال رفت. به نظرم یه حمله ملایم قش بود. گفت بله هر از چندین این حالت بهش دست میده گفتم گمونم هنوز نمیخوام بگین ادی مارز چه برگه ای ازتون داره به سردی گفت هیچی دیگه از این سوالت خسته شدم گفتم گایگر و برودی و اکسای خوهرت تو مارز و کانینو و زنی که راست ریگن باش فرار نکرده همه به هم مربوطه گفت نمیدونم داری به چی حرف میزنی گفتم گایگر چند تا قبض از خواهرت میگیره و سعی میکنه با اونا پدرت سرکیسه کنه. پشتیبان گایگر ادیمارز بود که به عنوان آلت دست از او استفاده میکرد. پدرت عوض این که به اون پول بده فرستاد پی من. ادیمارز میخواست بدون همون برگه ای رو که از شما داره از جنرالم داره یا نه. اگه میداش کلی نونش تو روغن بود و میتونست بارشو ببنده. وگرنه باید سب میکرد اون بمیره و سمی که شما آرس میبرین ازتون بگیره. تو این دار، گایگر به دست آون تایلور خاطرخواه خواهر کوچولوی ناقص العقلت کشته میشه که این برای ادیمارز مسئله مهمی نبود از طرفی شوهر شما ناپدید شده بود و ادی از علاقه اون به مونا خبر داشت و سعی کرد مونا رو قایم کنه تا همه فکر کنن با مونا در رفته در واقع ادی مارز میدونست راستریگن کجاست و چرا اونجا رفته و نمیخواست پلیس این موضوع رو بدونه و میخواست حواسشون رو پرت کنه گفتداری حوصلم و سر میبری گفتم منظور دارم بابای شما امروز هزار دلار به من داده تا ریگن رو پیدا کنم هرچند من دیگه از خیلی این کار گذشتم گفت چرا گفتم پلیس فکر میکنه ریگن خودش رو قایم کرده اما نمیدونن یکی کلک اونو کنده برای یک لحظه رنگش پرید بلند شدم و اسلحه کارمن رو از جیبم در و دم دست او گذاشتم به اسلحه نگاه کرد گفتم بی خطره همه تیراش آتش کرد طرف من حالا ویویان مدام سرخ و سفید می شود. گفتم چون به دلم اومده بود این کارو بکنه قبلا با فشنگ مشقی پرش کرده بودم. گفت تو آدم خطرناکی هستی؟ گفتم تو خواهر بزرگشی میخوای چیکار کنی؟ گفت نمیتونی ادعا تو ثابت کنی؟ گفتم کدوم ادعا؟ گفت این که اون برود آتیش کرده؟ گفتم اوه من به این موضوع فکر نمیکردم. به روزی فکر میکردم که فشنگ ها واقعی بودن و ریگن ناپدید شد. اون به همین بهانه ریگانو کشونده بود پای اون چاها و همونطور که میخواست منه بزنه اونو زده بود تکونی خورد و اصله افتاد کف زمین چشماش گشاد شده بود و ناله میکرد دقیقه بعد گفت حتما پول میخوای گفتم کانینو به اندازه کافی از شما پول گرفته تا جسد راست ریگانو سر نیست کنه شما از ادیمارز تقاضای کمک کرده بودین و اونم کانینو رو فرستاده بود اون برگه ای که گفتم ادی مارز از تو داره همینه گفت درست میگی اون زمان من ناچار بودم به کسی رو بیارم تنها کسی که به نظرم رسید ادی مارز بود من نمیخواستم پاپی بفهمه چون او اگه میفهمید سریع پلیس رو خبر میکرد و خودشم هم شب دق میکرد راست آدم بدی نبود خب حالا میخوای چیکار کنی؟ گفتم بابا تو هرچی سریع تر میبری یه جای محفوظ سه روز بهت وقت میدم اگر رفته باشین که هیچ وگرنه همه چیز افشا میکنم خودم هم هیچی نمیخوام گفت باشه قول میدم اما ادی چی؟ گفتم اون با من فراموشش کن بعد سریع از اتاق ویویان بیرون اومدم و سوار ماشینم شدم و از تپه سرازیر شدم برای مرده چی فرق میکرد که پس از مرگ کجا میافتاد؟ تو این مردابی یا در یک برج مرمری برای مرده نفت و آب مثل باد و هواست من حالا همه چیزو میدونستم اما دلیلی نداشت پیرمرد بدونه اون به زودی مثل راسترگن این دنیا را ترک میکنه. پس بهتر بود با خاطری آسوده چشم از این دنیا میبست و پایان کتاب